سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانمون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام شما یاران عزیز کانال هستم. ببینیم چه خبر است در انرژی های شما. و اولی چه کارت چرا برگشته؟ اولین کارتی که با شما همراهی میکنه دوستان در انرژی های شما چه کارتی هستش؟ شجاع، پسر شجاع، دختر شجاع. دوستان دوربین رو این مقدار بالاتر گذاشتم، نمیدونم به دردتون میخوره اینجوری یا نه، بعدا بهم میگین اینجوری بهتر یا اونجوری بهتر بود. خب ببینیم کارت های بعدی رو. اونجوری جا کمتر بود ولی خب کارت ها درشت‌تر بودن، اینجوری جا بیشتر هستش ولی خب کارت ها کوچکتر هستن. اوکی. بازی موش و گربه اینجا برای یه سری ها هستش دوستان. شجاعت اینا دارم که برم با دم گربه بازی کنم، دم شیر نه دم گربه بازی کنم. به هر حال اینجا یک مسئله ای که شاید فکر میکنین که شما تحت تاثیرش قرار گرفتین و یه مقداری هم آدم میترسه، اینجا با شجاعت کامل میرین توی شکم مسائل. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. خب کارت بعدی دوستان عزیز حرف از خورشید میزنه، درخشش، موفقیت دارین دوستان. مسئله که شما رو میترسونه، برای سریا عزیزان دل دست یه نفر برای شما رو میشه. خب یا یک مسئله، یک خیانتی، یک دزدی، یک چیزی اینجا دارم میگم رو میشه. برای سری دیگه دوستان عزیز ممکن استش که با کسی که شاید نوک پا فرار کرده، دینگ 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 دینگ، اینجوری جا بازی موش گربه بین شما بوده، اینجوری همه چیز بهتر داره پیش میاد و اینکه دومش رو اینجوری گرفتیم. خب کارتای بعد رو با هم نگاه میکنیم ببینیم کارتای بعد چی بهتون میگه. کارت بعدی آرامش، بسیار زیبا دوستان. خب آرامش و اینجا نگاه کنیم. اوکی ببینید اینجا برای من پاکسازی یک انرژی منفی هستش. بسیار خوب، دوره نقاهت رو پشت سر گذاشتن، به یک آرامش رسیدن. این فرشته آرامش، فرشته تعادل هستش و یک رنگین کمان زیبا اون پشت هست و اینجا برج اسفند هست که من بهتون میگم عزیزان دل اسفند ماهی تولدتون مبارک. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. از یک کارت دیگه استفاده میکنم، کارت ماه شناسی، ببینیم چی بهت میگه کارت ماه شناسی. تنظیماتی باید انجام بگیره در هر مسئله ای که هستش عزیزان دل. من احساس میکنم که یک مسئله ای داره کامل میشه، به سرانجام میرسه برای شما و اینکه ولی هنوز یه خورده ریزه هایی مونده که کامل کامل بشه. اینا رو گفتیم با هم دیگه و ما بریم ببینیم کارت های دیگه، انرژی های دیگه کجای کار هستن، انرژی های برجسته شما. چقدر انرژی شما دارید امشب. خب قبیله افتاده دوستان اینجا و حرف از تصور، تصویر دارم میبینم اینجا، مثل که در ارتباط با انرژی که با شما همراهی میکنه، انرژی خانوادتون هست، خانواده روحیتون یا خانواده خونیتون دوستان عزیز. و اینجا من دارم میبینم که یک سری از شما عزیزان در به قول معروف خیلی خیال بافی یا دارین میکنین، خب تصور میکنین یک سری از مسائل رو که شاید واقعیت نداره دوستان. حالا یا اینوریه یا اونوریه، یعنی یا مسئله خوبی هست یا مسئله، حالا یا خیلی دارم منفی بافی میکنم یا دارم خیلی مسائل رو گل و بلبلی میبینم. به هر حال مسئله خانوادگی اینجا هستش. خب یا افرادی که متعلق مثلا میتونم میگم خانواده، حتی خانواده کاری هم ممکن هست باشه دوستان.
انرژی که داره مثبتی که به چند سمت شما داره میاد، دوستان مسائل توی زندگی شما دارن پیشرفت میکنن، ولی اینکه قطار به قول معروف چی میش میگن سری و سیر نیستش، جت نیستش، ولی خب به هر حال این یواش یواش هر چیزی باید سر وقت مرحله خودش پی جلو میره و پشت کارت ها میگه اینج... الان و اینجا. اوکی؟ یعنی که برای شما مسائلی که الان توی ذهن شما هستن دارن مرحله به مرحله جلو میرن، اینجوری نیستش که یک باره از اینجا بپریم برم اونجا، نه. و چالش شما این چه هستش؟ چالشتون این هستش که زحمت بکشی هیزم بشکنین و کاری رو انجام بدین، دست به عمل بزنین، نشینین دست دست بذارین که همون تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. خب و ما ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه در ارتباط با مسائل مختلف زندگیتون. امروز دارم میخواد از کارت های آینه بینی استفاده کنم، من خیلی این کارت ها رو دوست دارم و این روزا ازشون خیلی کم استفاده میکنم. ببینیم که چی بهتون میگن آینه ها. آینه ها در مورد مسائل احساسی صحبت میبینم، شکست و ما تغییرات. اوکی عزیزان دل، من احساس میکنم که در ارتباط با مسائل احساسی یه سری از شما از یک شکست دارین در میاد. الان ممکنه هستش که تغییراتی داره به وجود میاد، اگر مکالمه ندارین ممکنه مکالمه‌ای داره به سمتتون میاد. اگر که با بله یک تغییراتی در ارتباط با یک رابطه احساسی من اینجا دارم میبینم، مثل این مونه که یک شکستی بوده، مکالمه‌ای وجود نداشته ولی تغییرات برای شما در راه هستن. خب حالا بریم ببینیم که به هر حال دو کارت دیگه روی اینا میکشیم بعدن. در ارتباط با مسائل کاری شما تعادل، قانون و معجزه. معجزه ای هست اینجا و کارت دیگه خبر. واو بسیار عالی و خوب. دوستان عزیز اگر منتظر یک خبر اداری، کاری، قضایی، هر چیزی که هستین، بدونین که یک معجزه میون در راه هستش و یک خبر خوب داره به دست شما میرسه. یه مسئله داره متعادل میشه در زندگی کاری، اداری، حالا هر چیزی که میخواین اسمشو بذارین و یک شانس با شما یار هست. خیلی خوشحال هستم از این مسئله. ببینیم در کارت های دیگه در ارتباط با مسئله مالی شما دوستان عزیز، تأخیر، انتخاب، دو تا کارت دیگه اینجا افتاد، خانه و اینجا. اوکی ببینید دوستان در ارتباط با مسائل مالی، حالا دارم میبینم که تأخیری داره اینجا افتاده، تأخیر افتاده، یه مقدار این تأخیر شما را سردرگم کرده. ممکن است در ارتباط با یک مسئله مسکنی ارث و میراثی اینجا باشه دوستان. کارت ها به من چی میدارن میگن؟ میگن برگشت استحکام، انتخاباتی که شما انجام میدین یک استحکام رو داره برمیگردونه در زندگی مالی شما، ولی زمان برخ هست این مسئله دوستان، برای که همه چیز میزه که به یک مسئله یک خانواده اینجا هستش، خانواده که فاصله داره با شما. اگه مسئله ارث و میراث هست دوستان و من دارم میبینم که به هر حال این مسئله داره جون میگیره و پول این پرش هستش و خودتونم در این میگه از این مسئله کلا مطلع هستین، اونایی که ارث و میراث مد نظرتون هست، ولی تأخیر در این میوم هست. خب اوکی و ببینیم که به هر حال استحکام زندگی مادیتون و که با تأخیر داره به وجود میاد. در ارتباط با مسائل احساسی میگه زحمت بکشین، انگار شما و اکستون رو فراموش کنید. خب زحمت بکشین اکستون رو فراموش کنید. با اینکه اینجا تغییرات دارم میبینم که وجود داره، ولی خب شاید این تغییرات برای این هستش که بهتون میگه تغییر به وجود میاد، صحبتی به وجود میاد، ولی شما متوجه میشین که باید این رو فراموش کنیم. حالا من یک کارت دیگه رو این کارت ها میکشم برای که نمیخوام همینجوری ولتون کنم. بله یه سری از شما عزیزان دل مثل این میمونه که جالب اینجاست، توجه کنید آشتی افتاده. اوکی مثل که شما خیلی سعی کردین یک نفر رو فراموش کنید. دو حالت وجود داره، تغییری که داره به وجود میاد، یا یک نفر جدید داره وارد زندگیتون میشه، یا اینکه این
فرد جدید نیست و اون شخص هستش که داره برمیگره. برگشت شخصی که شما رو ناامید کرده بوده و اینجا میخواد این شخص یک شانسی بده به این رابطه. اوکی. و اما ببینیم با چه کارتایی ببینیم؟ شما دوست عزیز یین مقدس در چه انرژی‌های تشریف داریم؟ ببینیم شما هم در چه انرژی‌های هستی؟ اوپ 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 دیگه خیلی پر انرژی شد. میگه که من عجول هستم، دیدیم که چقدر عجول بود و اینکه من به خدا ایمان دارم و میدونم که سرنوشت من و تو نوشته شده. خب عجول هستین توی یک سری از مسائل، ولی خب با همه این احوال از یک طرف هم دم از این میزنی که من معتقد هستم. مثل این اونه که من با یک سری از شما دوستان عزیز وقتی که توی فالای خصوصی هستیم بهتون میگم مثلا کنترلتون رو بردارین، یه مقدار به خودتون بیاین، شما رو خودتون هم احساسات خودتون هم کنترل ندارن. بعد میبینیم که 10 تا ایمیل برای فالشون گرفتن، هنوز فالشون تازه گرفتیم، یه ایمیل دیگه میفرستن که برای فلانی و فلانی و فلانی هم میخوام به نگاه کنم ببینم چه جور میشه، چه فلان میشه. یعنی این حس حال کنترل گرانه، خب از جانب دیگه نه، توکل به خدا، حالا قسم حضرت عباسیش رو باور کنیم یا اون دم خروسش رو باور کنیم، کدوم یکیش رو باور کنیم؟ اینجوری هستش، سریاتون هستین همینجوری فقط به قول خدا بیامرزه با بزرگم بلغور میکنن و میگن که مثلا من حرف میزنیم، حرف فقط حرف، که من معتقدم هرچی سرنوشت بخواد، هرچی خدا بخواد. بابا جون ما حتی بر احساسات خودمون هم کنترل نداریم، حالا دیگه چه برسه روی نفر دیگه. یک بار که برای همیشه دستتون بیاد این دیگه خلاصه متوجه میشین که اصلا استراب رو هم از شما از بین میبره. توجه کنین من این حرفا رو دارم میزنم به شما، ولی خود من هم یه جاهایی اینجوری هستم، نه اینکه فکر کنین من پاک و منظر هستم، اصلا منی که اینجا ذاکر رو نمیدونم رو منبر میرم و حرف میزنم، اینقدر از این کارا میکنم که حد نداره. اگه جانبم دیگه میگم نه حالا هرچه خدا بخواد، ولی بهترین راه برای آرامش درون این هست دوستان که من یک چیزهایی در کنترلم نیست بس رها میکنم. خب بریم ببینیم کارتای دیگر رو. شخص یانگ موتوری یا شطوری خودخواه شد. خب بریم در چه زمینه؟ خودخواه دروغگو. دماغ پینوکیوی شد، شما نگاه کنید. میگه که من فقط دوست دارم به خودم فکر کنم، میدونم که زشته ولی خب اینجوریه و دروغگو، من به دروغ گفتم و نمیتونم حقیقت رو بهت بگم. خب به درک دروغ گفته که به فکر شماست، به فکر خودش هستش. البته خدا رو شکر به فکر خودش هستش، همیشه بهتون میگم خب این 8 میلیارد انسان روی کره زمین باید از ازش راضی باشن، اینقدر که به فکر خودش هستش بازم خدا رو شکر. خب پیام شخص مورد نظرت شما ببینیم چی بهتون میگه. میگه نه، من بهت میگم نه، برای که هنوز روی سوالهای خودم دارم کار میکنم و جوابها میتونن تغییر کنن از حالا تا چند وقت دیگه. اگر که آگاهی ها اینجا باشن من و تو میتونیم با هم دیگه جلو بریم. یعنی اگه آگاه بشم قشنگ مطمئن بشم که پرنس فیلیپ توی گور در نمیاد و برای که الیزابت هم خواب دائمی رفته، من دیگه میتونم بیام به سمت تو. خب عزیزان ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی رو بریم ببینیم. بنابر نیت شما نیت کنین دوستان عزیز، من یک کارت براتون بکشم. نیتاتون همیشه بهتون میگم هر شب یکی نباشه. خب این کارت آنچنان کارت مثبتی نیستش برای مسئله. میگه یه چیزی که باید از اول شروع کنی، یک دوره جدید، روز از نو، روزی از نو در واقع. و اینجا باید خودتون رو رها کنین دوستان، یه مسئله اصلا چشم بپوشین ازش. و ما ببینیم کارت های دیگه توصیه تاروت برای شما چه چیزی هست. میگه از اول شروع کنین کارات ببینین، و اینکه باید از طرف یا از یه مسئله قانونی هست باید انجام بدین، یا اینکه دوستان عزیز باید با یک کارشناس صحبت کنین، یا اینکه اینجا حرف از این میزنه که مسئله به صورت واقعی نگاه کنین. خب امکانش رو به خودتون بدین،
شاید مسئله باید از طریق قانونی باید اقدام کنیم. خب اما با یه کارشناس حداقل باید صحبت کنیم. قانون هم اگر نباشه، مسائل دیگه که باشه، با یه کارشناس اینجا نیازمنده شما. اوکی، اینا رو با هم دیگه دیدیم، میریم سراغ پیام فرشتگان برای شما. پیام فرشتگان براتون بخشش. بذار گذشته رو به گذشته و قلبت و روحت رو با قدرت بخشش پر کن. و ما کارت های دیگه ببینیم چی بهتون میگن. عزیزان از دست رفتمون، از من کمک بخواه. میتونی هر چی دلت بخواد از من بخوای، هر دفعه که تو اونو میخوای من اینجا هستم برای تو و آنچه که در قدرتم هست انجام میدم که حالتو بهتر بشه و جلوتر بریم. زمان همراهت هست و هر روز آنچه را که تو احتیاج داری به تو اهدا خواهد کرد. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان و تا فال دیگه، خدا نگهدار.